با درود به بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، امروز برنامه من در ارتباط با ماهیت مرحله انقلاب و زمینه اساسی پیدایش قیام توده‌ای بهمن 57 است. بدون شک یکی از اساسی ترین و پایه‌ای ترین مسئله مورد بحث و اختلاف اصلی در جنبش دموکراتیک و چپ میهن ما در دوران انقلاب، در اوایل انقلاب بوده است. پراکندگی و حاکم بودن خودمختاری و خودمحوربینی بر تعدادی از سازمان‌ها و افراد باعث این شد که بعد از انقلاب سازمان‌ها هر کدام ساز خود را بزنند و به مهمترین مسئله که همان همکاری و اشتراک عمل بود کم بها دهند و از آن امتناع ورزند. بر سر مسائل مورد توافق میان سازمان‌ها فقدان استراتژیک و برنامه ریشه در این گونه مسائل اجتماعی به طور کلی داشته است. از آنجا که در قرن 17 تا 19 در اروپا و آمریکا سرمایه‌داری رشد و تکامل یافت و در این ارتباط به خاطر نیاز مبرم سرمایه‌داری به تأمین منافع خود به مواد خام برای حرکت گردش سرمایه در بخش کشاورزی و صنعتی دریافت که به بازارهای جدید جهت تکامل صنعتی خود، یعنی زمینه مادی، یعنی به این وسیله یا به این بهانه زمینه مادی تجاوز قدرت‌های سرمایه‌داری را در جهان و به خصوص در جهان سوم به وجود آورد. کشورهای زیر سلطه سرمایه‌داری در مراحل مختلف در حقیقت روبه رشد تاریخی خود قرار داشتند، ولی اکثرا در مرحله تولید ما قبل سرمایه‌داری بودند. کشورهای سرمایه‌داری در این شرایط در مرحله رقابت آزاد به سر می بردن و توانستند در کشورهایی که در ما قبل سرمایه‌داری می زیستند تغییراتی پدید آورند که شرایط را برای تأمین نیاز یا نیازهای در واقع خود مهیا سازند. و در این رابطه با انهدام واحدهای تولیدی کالاهای بومی در کشورهای مختلف به خصوص رشد نیافته، کشاورزی و صنعتی در واقع پرداخت تا مواد خام مصرفی برای کارخانجات تولیدی کالاهای کشاورزی و صنعتی را در کشورهای صنعتی خود تأمین کنند. این گونه تغییر و تحولات باعث پیدایش برخی تغییرات در مناسبات و روابط اقتصادی اجتماعی کشورهای زیربط در واقع گردید و موجب روابط نابرابر میان کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای غیر صنعتی و عقب مانده گردید. به پیدایش مناسبات جدید اقتصادی اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل شد و هر کجا که سرمایه یا سرمایه داری تشخیص می داد و منافعش ایجاب می کرد، مانعی بر سر راه حرکت به جلوی این مناسبات در واقع به وجود می آورد. پایان رقابت آزاد، دوره رقابت آزاد در پایان قرن 19 و تکامل سرمایه‌داری
به انحصاری و در پایان جنگ جهانی اول تغییرات ماهوی و عمده‌ای در روابط فیمابین کشورهای سرمایه‌داری و کشورهای زیر سلطه به وجود آوردن. در این مراحل بود که در بخشی از کشورهای زیر سلطه امپریالیسم مانند ایران، چین و هندوستان و امثال هم و مبارزات استقلال طلبانه رو در این کشورها در واقع گسترش داد. این مبارزات باعث آن شد که بورژوازی تجاری و صنعتی که در حال رشد نسبی قرار داشتند منافعشان و بود و نبودشان به خطر بیفتد و شعار کوتاهی دست امپریالیسم یا سرمایه‌داری خارجی از بازار داخلی کشورهای خود بدهند. مانند انقلاب مشروطه در ایران و جنبش‌های استقلال طلبانه در چین و غیره. بورژوازی صنعتی و تجاری این کشورها در حقیقت تبدیل به تکیه‌گاه طبقاتی دولت‌های دست نشانده امپریالیست کردید و از لحاظ منافع و منافع در تضاد با سرمایه‌داری جهانی قرار گرفت. و در این مرحله با پیروزی زحمتکشان و کارگران در روسیه راه و روشی جدیدی برای جوامع عقب مانده به وجود آمد. با پایان در واقع با پایان یافتن بازسازی اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری اروپا و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، سرمایه‌داری جهانی وارد مرحله نوینی از تکامل خود گردید. مانند انباشت سرسام‌آور سرمایه، رشد حیرت انگیز صنعت، سطح متفاوت باروری نیروی کار و گسترش و تشدید رقابت میان انحصارهای سرمایه‌داری برای تصرف سهم بیشتر از بازار جهانی. در مجموع زمینه تشدید تمرکز و تجمع سرمایه مالی را پدید آورد. از اوایل دهه 1960 صدور کالا و سرمایه پولی به صدور سرمایه صنعتی در کشورهای زیر سلطه تبدیل شد. به این ترتیب تقسیم کار جدیدی در صحنه جهانی یعنی تولید و توزیع سرمایه‌داری پدید آمد و پیدایش انحصارهای چند ملیتی در دستور سازماندهی برنامه کار سرمایه‌داری جهانی قرار گرفت. سرمایه‌داری صنعتی به صورت صنایع مونتاژ و گسترش بانکداری و بخش خدمات، فروپاشی روابط کهنه مالک و رعیتی، تبدیل روستاییان به مصرف کننده در واقع فرآوردهای صنعتی و تبدیل دهقانان به صاحبان نیروی کار مورد نیاز صنایع مونتاژ، مناسبات سرمایه‌داری را بسط و گسترش داد و باعث آن گردید که در کشورهای و باعث در واقع آن در کشورهای زیر سلطه گردید که با مناسبات بهتری در واقع میخواستن جایگزینش بکنن. بورژوازی ملی در کشورهای زیر سلطه علیه عملکردهای امپریالیستی که از اوایل قرن 20 در کشورهای ایران، چین، هندوستان و غیره آغاز گردید و به کشورهای دیگر نیز سرایت کرد و با ناتوانی خود در مقابل قطع نفوذ اقتصادی سیاسی سرمایه‌داری جهانی به شکست گرایید. تجربه انقلاب‌های ضد امپریالیستی یا ضد سرمایه‌داری بالاخره موجب آن گردید که حیات سرمایه‌داری جهانی و داخلی به مخاطره بیفتد. منافع مشترک بورژوازی ملی و بورژوازی جهانی را از طریق وابستگی روزافزون اقتصاد در این کشورها سبب شد.
تا تضادهای گذشته با گذشته ای که با که بورژوازی ملی و بورژوازی امپریالیستی را در واقع کنار بگذارد. و به این ترتیب خطری که هر دو را تهدید می‌کرد، یعنی کارگران در حال رشد، را به متحد وفادار سرمایه‌داری جهانی تبدیل کرد. و با این ترتیب تولید سرمایه‌داری جهانی شد. بازار جهانی توسعه در واقع گسترش یافت. مراوده ملل و بست رسانه‌های گروهی مثل مطبوعات، تلویزیون و رادیو به صورتی جهانی شد. آخرین دستاورد بشر در زمینه علم و تکنیک، آخرین تحولات اقتصادی و سیاسی، آخرین اطلاعات مربوط به شرایط و شیوه زندگی در کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای عقب مانده، آخرین اخبار مربوط به بحران‌های اقتصادی، مناسبات طبقاتی انقلاب‌ها، کودتاها و اعتصاب‌ها در هر گوشه از جهان در دسترس همگان قرار می‌گرفت. با شکست شدن مرزهای محلی و جغرافیایی، هستی اجتماعی به شیوه روزافزون جنبه جهانی به خود گرفت و بازتاب پیشرفت‌ها و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و تکنیکی را در جهان مهیا کرد. و در نتیجه این مناسبات بود که دستاوردها و تجربه های جنبش کارگری و مبارزات ضد امپریالیستی در سطح جهان در اختیار همه قرار گرفت و در رشد و تکامل جوامع بشری اثر فوق‌العاده مفید و متقابل داشت. این ارتباطات مبارزات سندیکالیستی، سیاسی و اجتماعی، تشکل‌های حزبی، دستیابی به تئوری‌های جدید کمونیستی، اتحاد و شیوه‌های تاکتیک مبارزه را از تجربه‌های جهانی و پیروزی‌ها و شکست‌های زحمتکشان در کشورهای مختلف چه صنعتی و چه عقب مانده مورد استفاده همگان قرار گرفت و همه از آن توانستن بهره‌مند کرد. سرمایه‌داری در کشورهای غربی مانند انگلستان، فرانسه که در مبارزه علیه فئودالی که از پشتیبانی دهقانان، خردی بورژوازی و کارگران برخوردار بودند و از منافع جامعه کهن همچنین برخوردار، جوامع را از لحاظ فرهنگی و ایدئولوژی دگرگون ساختند و جلو حرکت سریع کارگران را گرفت. بالاخره اما این بورژوازی توانست با سلطه بر جهان، ثروت مردم جهان را به انباشت و تمرکز سرمایه دست بیابد. سرمایه‌داران داخلی یک کشورهای عقب مانده را در خدمت سرمایه‌داری جهانی در بیاورد. شرایط ایران در یک قرن و نیم گذشته. در 150 سال گذشته ایران فرایند تکامل را از سر گذرانده و ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه‌داری از اواسط قرن 19 میلادی آغاز شد. در دولت‌های قاجاریه به دنبال شکست‌های نظامی از روسیه تزاری، قسمت‌های مهمی از ایالات حاصلخیز شمال ایران را از دست دادند. انگلستان نیز بخشی از مناطق غربی افغانستان که زمانی جزو خراسان بود را از ایران جدا کرد که ضعف سیاسی و مالی را در ایران به دنبال داشت و موجب آن گردید که از روسیه و انگلیس پول به صورت قرض دریافت کند.
دولت‌های روسیه و انگلیس به نفوذ روزافزون مالی و سیاسی خود برای گشودن درهای بازار ایران به روی اجناس خود بهره گرفتند. بورژوازی تجاری ایران در اواخر قرن 19 میلادی علی‌رغم گسترش نسبی بازار داخلی، پیدایش تنوع در مصرف و پیدایش زمینه مناسب برای ایجاد صنایع مدرن نتوانست در برابر کالاهای جدید و ارزان خارجی مقاومت کند و به تولیدات کشاورزی روی آورد. صنعت مالی دولت‌های مرکزی و ضعف سیاسی را به دنبال داشت. دولت قاجار با محرومیت از منابع درآمد مجبور شد یا شدند برای تأمین هزینه‌های جاری کشور منابع ثروت کشور را حراج کنند. از جمله گمرکات شمال و جنوب ایران را به روسیه و انگلیس گرو بگذارند و پول دریافت کنند. انقلاب مشروطیت در ایران در حقیقت انقلابی بورژوازی بود که منجر به اضمحلال دولت قاجار و ایجاد دولت ائتلافی بورژوازی تجاری و مالکان جدید ارضی گردید. اساسی ترین مسئله‌ای که در انقلاب مشروطیت حل شد مسئله به رسمیت شناختن حقوق بورژوازی و مالکیت به رسول تولید و توزیع بود. قبل از انقلاب اکتبر ایران منطقه نفوذ دو قدرت بزرگ انگلستان و روسیه بود. این دو دولت برای کسب امتیازات بیشتری از یکدیگر مبارزه می‌کردند، یعنی با هم دیگه مبارزه کرد. همین رقابت مانع بلعیدن کامل ایران توسط یکی از این دو ابرقدرت گردید و وقوع انقلاب اکتبر و سرنگونی رژیم تزاری در روسیه و اتخاذ سیاست بهتر دولت جدید روسیه نسبت به ایران زمینه را برای پیدایش تغییراتی در صحنه سیاسی ایران به وجود آورد و زمینه را برای ظهور جنبش‌های مترقی فراهم ساخت، مانند قیام کنرل محمد تقیقان پسیان با محتوای بورژوازی، البته که برای تحقق آرمان‌های ناکام انقلاب مشروطیت مبارزه می‌کرد، و جنبش جنگل متأثر از انقلاب اکتبر روسیه و آرمان‌های آن با محتوای مترقی برای قطع سلطه امپریالیسم انگلیس و انجام اصلاحات اقتصادی اجتماعی پا به میدان مبارزه گذاشته. در حقیقت انگلستان با خارج شدن رقیب روسیه خود از صحنه سیاست ایران در صدد برآمد تا سلطه کامل خود را بر تمامی ایران گسترش دهد. سرکوب جنبش‌های آزادی خواه و مترقی که در مناطق مختلف ایران پا گرفتند یا گرفته بودند و گسترش و تبدیل شدن به یک جریان واحدی نیرومند شدند، توانستند بشوند، در واقع توانستند سلطه انگلیس را به خطر جدی روبرو کنند. انهدام قدرت‌های محلی و ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند را در واقع در آن شرایط ضروری ساخت. دولت انگلیس به کمک مهره و دست نشانده‌هایش رضا شاه را و از طریق کودتای 1299 توانست به این هدف سیاسی دست یافت، یعنی به وسیله رضا شاه. رضا شاه قبل از رسیدن به سلطنت کی بود و چه کار کرد؟ در واقع جنبش های مترقی و آزادی خواه و قدرت های محلی را سرکوب کرده و قدرت دولت مرکزی را مجدداً تثبیت نموده. پس از تصرف تاج و تخت سلطنتی سه وظیفه اساسی را به عهده داشت یا به عهده او واگذار کرده بودند: یک،
سرکوب باقیمانده نیروهای مخالف در شهرها، بازار، روحانیت، روشنفکران، آزادیخواه، جنبش‌های مترقی، کمونیستی، سرکوب سرمایه‌داری تجاری، ائتلافی که زمان انقلاب مشروطیت میان مالکین ارضی و بورژوازی تجاری پدید آمده بود و تا این هنگام پایه دولت‌ها را تشکیل می‌داد، در هم شکست و از آن پس بورژوازی دلال بزرگ مالکان به صورت تکیگاه جدید دولت در آمد. یعنی بورژوازی شد تکیگاه مهم دولت. دومین مسئله‌ای که در دستور کارش قرار داده بودند انجام یک سلسله اصلاحات اداری اقتصادی و اجتماعی مانند تأسیس برخی صنایع مصرفی، ایجاد شبکه سراسری راه آهن و راه‌های ماشین رو، گسترش کارهای اجتماعی مانند دانشگاه، مراکز ادارات دولتی و نظامی، افزایش شهرنشینی و بالاخره توسعه صنعت نفت که به صورت مهمترین مرکز جذب نیروی کار درآمد در آن دوران و در نتیجه به گسترش بیشتر بازار داخلی و رشد مناسبات سرمایه‌داری کمک کرد. سه، بخش سومی که در دستور کار رضا شاه بود تثبیت سلطه امپریالیسم انگلستان که به عنوان عمده‌ترین اقدام در این زمینه میتوان از تمدید قرارداد خائنانه نفت در سال 1933 نام برد. در این دوره طبقه کارگر لحاظ کمی رشد کرد. بر اصل فعالیت چپ‌ها، سندیکاهای کارگری در مرحله‌های بسیار بسیاری تشکیل شد و مبارزات اقتصادی کارگران را توسعه بخشید. چپ‌ها برای اشاعه افکار سوسیالیستی در میان کارگران و روشنفکران زحمات فراوانی کشیدند. ولی دنباله این جریان با سرکوب بیرحمانه و انحلال حزب کمونیست بالاخره توقیف گروه ارانی به پایان رسید. با وجودی که مناسبات سرمایه‌داری تا اندازه‌ای در روستاها رخنه کرده بود، اما روستاییان مستقیم و در سطح وسیع علیه بزرگ مالکان وارد مبارزه می‌شدند و نه بورژوازی ملی و طبقه کارگر می توانند آنان را به مبارزه ضد امپریالیستی، ضد سرمایه‌داری یا ضد امپریالیستی جلب کنند. به این ترتیب بخش عظیمی از جامعه از شرکت در مبارزات ضد امپریالیستی به دور نگهداری می شود. جنگ جهانی دوم، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، ایران به صحنه رقابت دو امپریالیست آمریکا و انگلیس مبدل می‌گردد و این رقابت تا حدودی نیز در مبارزات طبقاتی منعکس می‌شود. در اوایل این دوران دولت مرکزی ضعیف می‌گردد. بخش وارداتی سریعاً رشد می‌کند و انحصار دولتی تجارت خارجی عملاً از بین می‌رود. سرمایه‌داری صنعتی نوخاسته و بورژوازی تجاری متمرکز در بازار به دنبال طرح شعار ملی شدن صنعت نفت، نماینده اصیل خود را در دکتر مصدق و یارانش باز می‌یابد و از وی شدیداً پشتیبانی می‌کند. تضاد میان دو امپریالیسم انگلیس و آمریکا نیز تا اندازه‌ای در انشقاق طبقاتی منعکس می‌گردد. آمریکا بر اثر پیروزی که در جنگ دوم جهانی به دست آورده بود، از یک سو برای بیرون رادن رقیب انگلیسی از میدان و سوی دیگر برای مقابله با گسترش نفوذ شوروی از بورژوازی ملی ایران حمایت می‌کند. ولی با تعمیق مبارزات طبقاتی و به ویژه با به میدان آمدن طبقه کارگر به صورت نیروی نسبتاً متشکل و
و پخش و نشر مارکسیستی، نقش افکار مارکسیستی، امپریالیسم آمریکا ناگزیر بر اقدام به کودتای 28 مرداد در واقع می شود و با تسلط کامل ایران رقیب قدیمی انگلیسی خود را از صحنه سیاسی ایران بیرون می راند. خردوار جوازی شهری و طبقه کارگر ایران در اواخر این دوره به ویژه پس از قیام 30 تیر از دکتر مصدق دفاع می کند. اما طبقه کارگر ایران هنوز چه از لحاظ کمی و چه کیفی به نیرویی که بتواند رهبری را از کف بورژوازی ملی برباید و انقلاب را تا به پیروزی ادامه دهد بدل نگردیده بود. طبقه کارگر ایران از نظر ایدئولوژیک سازمانی زیر نفوذ شدید حزب توده، عامل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت که این امر خود یکی از موانع بزرگ رشد کیفی و مبارزه جویی آن به شمار می آمد. به طور کلی علت شکست بورژوازی ملی در این دوره را می توان چنین خلاصه کرد که نمایندگان این بخش از بورژوازی شناختی از امپریالیسم نداشتند و می خواستند مبارزات ضد استبدادی، ضد امپریالیستی را بدون اتکای فعال به توده های عظیم دهخانی کارگری و بدون از میان برداشتن پایگاه های داخلی امپریالیست که خود در حکم نفع کل بورژوازی بود به انجام برسند. در واقع بورژوازی ملی به دنبال رشد سرمایه‌داری کلاسیک بود و در این حال مایل نبود که در نظام جهانی سرمایه‌داری باقی بماند و این توهمی بیش برایش نبود. دقیقا به همین علت است که بورژوازی نتوانست مبارزات ضد امپریالیستی را تا پایان ادامه دهد و در نتیجه دچار شکستی فاجعه‌آمیز گردید. در دوران پس از کودتای 28 مرداد با رشد شتابان مناسبات سرمایه‌داری در ایران روبرو می شویم. در این دوره بورژوازی ملی ایران سرانجام در می یابد که ادامه حیاتش در گرو ادغام کامل نظام جهانی سرمایه‌دار است. بحران اقتصادی سالهای 39 تا 42، پیش درآمد حذف قطعی صفت ملی از بورژوازی ایران بود. رشد شتابان سرمایه‌داری در ایران ایجاب می‌کرد که از ترکیب هیئت حاکمه در واقع حذف شوند. با انجام اصلاحات ارضی نخست زمینه رخنه آزاد مناسبات سرمایه‌داری و سرمایه در روستاها هموار گردید و دوم بخش از نیروی کار موجود در روستاها آزاد شد. این تضاد طبقاتی در هیئت حاکمه از چند دوره پیشرفت و عقب نشینی می گذرد که هر دوره آن با یکی از مراحل اصلاح طرزی منطبق است. رشد صنایع وابسته که عمدتاً تا صنایع جانشینی وارداتی هستند در این دوره سریعاً آغاز می‌گردد. هیئت حاکمه ایران را از این پس بخش‌های مختلفی از بورژوازی تشکیل می‌دهند که در پایان این دوره برتری عمده بورژوازی با بورژوازی مالی بازار است. طبقه کارگر ایران در این دوره رشد کمی قابل ملاحظه می کند، اما هنوز از صحنه واقعی مبارزات طبقاتی به دور است. دستگاه اداری در این دوران در منجلاب فساد و ارتشا فرو رفته بود و نظام اقتصادی دستگاه
به هیچ روی قادر برآوردن نیازهای رودافزون بازار ایران نبود. واردات به شدت فزونی میکرد و تورم به میزان فوق‌العاده‌ای افزایش میافت و به یک سخن تمامی عوارض یک کشور وابسته توسعه نیافته به بارزترین شکل خود در ایران ظاهر میشد. در این دوره برهان‌های اقتصادی جامعه زیر سلطه ایران عمدتاً زائیده روابط مناسبات نوین سرمایه‌داری در ایران است. بقیه مطلب رو در بحث دوم این بخش که این بخش ادامه خواهد داشت، حالا تا چند مرحله نمیدونم، ولی بقیه این مطلب رو در اینجا در واقع قطع میکنم و بقیه رو در جلسات بعدی در حضورتون در واقع خواهم بود.